سلام دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود شما و دعا میکنم هر جایی که هستید در خداوند باشید، شاد و سلامت و پیروز باشید. میدونید ایمان یک امر احساسی نیست. یکی از دوستان من میگفت که جیبت من ایماندار نیستم چون که من محققم، من دانشجوام، خودش میگفت من دانشمندم و میگفت که باید همه چیز منطقی باشه برای من، ولی ایمان منطقی نیست. و بهش گفتم ببین ایمان شاید 100% منطقی نیست و ورای منطق است، ولی خلاف منطق هم نیست. اتفاقا دلیل و منطق پشتوانه یا زیربنای ایمان ما هست. من خودم خیلی منطقی هستم و هر چیزی رو الکی نمیتونم باور بکنم و بپذیرم و بهش ایمان داشته باشم، باید منطق پشتش باشه. و وقتی با این دوستم صحبت کردم، تشویقش کردم برای خوندن یه سری کتاب‌ها و تحقیقات، و بعد از چند ماه به من گفت جیلبرت من به جایی رسیدم که فهمیدم که ایمان مسیحی همش منطقیه، همش درسته. و متاسفانه بعدن ایمان نیاورد به عیسی مسیح، چون که گفت که من گناه رو خیلی دوست دارم، میخوام گناهکار باشم، نمیخوام مقدس و پاک و مسیحی باشم، ولی گفت که نمیتونم انکار بکنم اون چیزی رو که میبینم و تحقیق کردم. یکی از چیزهایی که این دوست من خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود قیام عیسی مسیح بود، و میگفت که واقعا عیسی مسیحی بود که از لحاظ تاریخی میشه ثابت کرد که زندگی کرد. یوسفیوس و خیلی های دیگه در موردش نوشتن، و این عیسی مسیح تأثیری گذاشت روی دنیا که بی نظیره. و فقط دلیلش اینه که عیسی مسیح مرد، قیام کرد و خیلی ها قیام او رو دیدن، عیسی مسیح زنده رو دیدن، و برای همین حاضر بودن که جونشون رو برای این عیسی مسیح بدن. و من امروز میخوام از دید منطقی به این مسئله نگاه بکنیم. چرا شاگردان عیسی مسیح کشته شدن؟ چرا شهید شدن؟ 11 نفر شهید شدن، بد جوری، زجر و شکنجه. صدها نفر دیگه از اون 500 نفری که عیسی مسیح زنده رو بعد از مرگ و قیام دیدن کشته شدن. چرا؟ چون که دروغ گفتن که عیسی مسیح زنده شده، ما رو دیدیم. من از لحاظ تاریخی وقتی داشتم تحقیق میکردم، نامه های از تاکیتوس از فرمانروای روم پیدا کردم که خیلی برام جالب بود، که تاکیتوس نوشته بود که من مسیحا رو همجوری الکی نمیکشم، من ازشون 3 بار میپرسم، و این قانون ما هست، 3 بار میپرسیم آیا ایمان داری که عیسی مسیح زنده شد؟ آیا عیسی مسیح زنده رو دیدی؟ وقتی میگن بله، اون موقع میکشیمشون. چرا این نفر باید دروغ بگه؟ اونایی که دروغ میگن فقط به یک دلیل دروغ میگن، که یک چیزی آیدشون بشه، یک چیزی رو کسب بکنن، یک منفعتی درش هست. هیچ کس برای ضرر خودش دروغ نمیگه. اونی که دروغ میگه که یک نفعی درش داشته باشه. چرا شاگردان عیسی مسیح، چرا اون چند صد نفر که عیسی مسیح زنده رو دیدن دروغ میگفتن؟ اگه ندیدن و فقط دروغ دارن میگن که ما رو دیدیم، چرا دروغ میگن؟ که کشته بشن، که زجر بکشن، که شکنجه بشن، که بیفتن تو زندان؟ هیچ کس برای چنین امری دروغ نمیگه. و مسلما این خودش به خودی خود نشون میده که عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، و این عزیزان چون که عیسی مسیح زنده رو بعد از مرگ دیدن، نمیتونن این کار بکنن و فهمیدن که عیسی مسیح خود خداونده که جز پوشیده و اون چیزی که گفت به عمل رسید، گرچه میتونستن دروغ بگن. مسلما به عنوان مسیحیان دروغ نمیگفتن، ولی باز حتی اگه میخواستن دروغ بگن، میتونستن بگن که ببین عیسی مسیح گفته بود که من بعد از 3 روز قیام میکنم، ولی منظورش قیام روحانی بود. از دید روحانی عیسی مسیح قیام کرد، زنده شد، ولی جسدش نه توی اون قبره. خدا رو شکر که قبر عیسی مسیح تنها قبریه که خالی هست، چون که عیسی مسیح زنده شد. و حتی رهبران یهود و رهبران دینی اون زمان انکار نکردن، گفتن بله این قبر خالی هست، ولی دلیل دیگه ای دادن برای خالی بودنش، که یک بار دیگه در این مورد بیشتر صحبت خواهم کرد. ولی امروز میخوام فقط از دید منطقی خیلی ساده به این مسئله نگاه بکنیم. چرا شاگردان و اون چند صد نفر دیگه دروغ گفتن؟ احتمالش خیلی زیاده که این یک دروغ نبود، بلکه حقیقت بود. چون که عیسی مسیح زنده رو دیدن، میگن ما رو دیدیم. حتی اگه میخواید ما رو بکشید، بکشید، ولی ما نمیتونیم انکار بکنیم اون چیزی رو که دیدیم. عیسی مسیح رو دیدیم بعد از مرگ قیام کرد. این هست عیسی مسیح ما، زنده هست و میتونه صدای شما رو بشنوه. با او صحبت بکنید و بذارید که قیام خودش رو برای شما هم ثابت بکنه. شاید رویا ببینید، شاید خواب ببینید، شاید کلام خدا رو که میخونید این کلام برای شما زنده بشه و بفهمید و به این نتیجه زیبا برسید که عیسی مسیح زنده هست و جریمه گناه
شما رو پرداخته بعد از مرگ قیام کرده و این امیدی هست برای قیام شما هم که میتونید بعد از مرگ خودتون بدونید که قیام خواهید کرد و زنده خواهید بود، در آسمان با او خواهید بود اگه به او ایمان بیارید. خدا شما رو برکت بده.